سلام ایزان، وقت زیبایتون بخیر. ارزومند استم، خوب ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به یکی از دیگر برنامه خودتون، برنامه رسم زندگی آغاز شد و مثل همیشه نیم ساعت مهمان خانهتون هستیم. پس چه خوب است تا دقایق پایینی برنامه با برنامه خودتون باشین و اپل های ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. 48 کلید 47 صفحه فیسبوک برنامه و همچنان نظر به موضوع برنامه میتونین با شمار تماس 02-2-3 تماس بگیرین. همو قبل از اینکه تماس بگیرین، موقعیت یا هم مکان مناسب را انتخاب بکنین و آوازمون را حاصل تلفن های همراهتون بشنین و صدای تلویزیون هایتون را پخش بکنین. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر علت با وجود آمدن سنگ گرده و راههای درمانان. یک بحث صحی هست که مرتبط داره در بخش صحت و صحتمندی همگی ما. شما قرار است صحبت هایمون را داشته باشیم با جناب دکتر صاحب رحیم الله سلطانی که ایشان متخصص طب فامیلی و جراحی عمومی هستند. در رابطه با این موضوع صحبت های می داشته باشن. هم در نخست میریم به طرف بسته معلوماتی. علت تشکیل سنگ گرده یا کلیه و راه‌های درمان آن. سنگ گرده از اتصال مواد معدنی، اسیدها و نمک‌ها در داخل گرده به وجود می‌آید. این سنگ‌ها در گرده قرار دارند و می‌توانند گاهی اوقات موجب انسداد دستگاه ادراری شوند و درد و فشار زیاد در هنگام ادرار ایجاد کنند. سنگ گرده زمان بروز می‌کند که ادرار محتوی مقادیر زیاد مواد باشد که خاصیت متبلور شدن دارند. اگر در این زمان سطح مواد که توانایی شکستن بلورها را دارند خیلی کم باشد و بدن نتواند مواد معدنی را دفع کند، محیط برای تشکیل سنگ گرده فراهم می شود. هنگامی که سنگ گرده در مجرای ادراری حرکت کنند، ممکن است سبب بروز علائم زیر شود: درد شدید در کمر، شکم یا کشاله ران، درد مداوم یا ادرار دردناک، وجود خون در ادرار و حالت تهوع یا استفراغ. برخی اوقات افراد تصور می کنند سنگ گرده از بدنشان دفع و مشکل سنگ گرده حل شده است، در حالی که از بین رفتن درد همیشه نشانه درمان سنگ گرده نیست. در برخی موارد با از بین رفتن درد مشکل انسداد به طور واقعی حل نمی شود و رفته رفته گرده از کار می افتد. بسیار معلوماتی که مرتبط بود با موضوع امروزی برنامه رسم زندگی دیدیم و دانستیم. پس چه خوب است صحبت هایمون را داشته باشیم با جناب دکتر صاحب. دیده برای تماس شما دوستان هستیم، هر طریق شما تماس 02-2-3 فلان بسمون را آغاز میکنیم. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین، وقتتون بخیر. علیکم السلام، سلام خدمت شما و سایر دستاندرکاران برنامه رسم زندگی و همچنان سلام خاص خود خدمت او دوستایی که در خانه های خود پشت صفحه تلویزیون خود ما را تماشا دارن. با ارائه یک سلسله معلومات در مورد سنگ های گرده در خدمتشان هستیم. آرزومند هستیم که بحث امروزمون مفید تمام شود و آنچه مشکلاتی که در ذهنتان است حل بگردد. خب دکتر صاحب، از آنجایی که قرار است ما شما روش بحث داشته باشیم، برمیگرده بر علت با وجود آمدن سنگ گرده و راههای درمانان. در نخست تعریف یا مقدمه ای داشته باشین از سنگ گرده، بعد میریم به طرف دیگر سوالات. تشکر، سوال خوبی است. قبل از اینکه بحث خود را درباره سنگ‌های گرده آغاز کنیم، بله، می‌خوام یک تعریف مشخص از وظیفه گرده داشته باشم که گرده یک عضو حیاتی وجود ما است و امی مواد غذایی را که ما روزانه استفاده می‌کنیم، این یک تعداد مواد زی داخل خون جذب میشه و به ارگان‌های مختلف تقسیم میشه و خون را که ارگان‌ها به گرده میفرسته، گرده این خون را صاف میکنه. اون مواد که ضروری است، اون مواد دوباره به دوران خون میفرسته و اون مواد که غیر ضروری است، این مواد از طریق ادرار به بیرون دفع میکنه و امی فداکاری را که گرده برای حیاتیت ما میکنه، گایگای خودش در معرض خطر قرار میگیره و دچار بعضی مشکلات از قبیل ایجاد سنگ در داخل خود گرده شده که حتی شده میتونه که گرده را از بین ببره.
بله دقیقاً دکتر صاحب، نکات مهم و حساسی را اشاره کردین در رابطه با سنگ گرده. خب حالا هلال و حامل در چیست؟ یا همچی فاکتورهای مساعد کنندی وجود دارند تا سنگ در گرده تشکل پیدا می کند یا هم باوجود می آید؟ بسیار خوب، در اکثر مواقع ما نمیتونیم یک دلیل خاص برای ایجاد سنگ گرده پیدا بکنیم، یعنی نباید وقت خود تلف پیدا کردن علت سنگ گرده بکنیم. بله. مخصوصا او در بعض اشخاص صدق میکنه که از نظر ارثی اینا مساعد به تشکیل سنگ گرده هستند و همچنان بعض نژادهایی هستند که اینا سنگ گرده در نزد از یا بیشتر دیده میشه. در این حالت ما نمیتونیم که علتش پیدا کنیم، ولی در اکثریت حالات ما میتونیم که علت به وجود آمدن سنگ گرده را پیدا بکنیم. اگر ما ببینیم یک تعداد کسایی هستند که مایعات کمتر نوشیجان میکنن و یا مایعات مضره را نوشیجان میکنن که این سبب تولید سنگ گرده در نزد او اشخاصی که مساعد هستند برای تشکیل سنگ گرده شده میتونه، و همچنان اگر بعض انسان ها ورزش کمتر میکنن این میتونه زمینه را برای تشکل سنگ های گرده مساعد بسازن، و همچنان بعض کسا عادات غذایی خراب دارن که امی عادات خراب غذایی از یا باعث ازی میشه که سنگ گرده در نزدشون تشکیل شود. گذشته از این مسائل یک تعداد تکالیف در بدن ما در دیگر سیستم های اعضای بدن وجود داره که این سیستم ها میتونه سبب تولید سنگ گرده در نزد ما شوه. اگر از بالا به طرف پایین بیایم، اول اگر از گردن شروع کنیم، غده جاغور ما و شما است، به تعقیب ازی در پشت غده جاغور به تعداد 4 غده دیگه ما داریم که ایره به نام غدوات پاراتایروید یاد میکنند که این غدوات وظیفش تنظیم کلسیم و فسفورس در بدن ما و شما است که اگر فرط فعالیت در این غده به وجود بیاید، این میتونه مقدار زیاد از کلسیم از استخوان‌های ما و همچنان از سیستم هضمی داخل دوران خون بفرسته و ازدیاد از این کلسیم در گرده سبب تجمع کریستال‌های خرد کلسیم مخصوصا نوک‌زالات در گرده شده و بالاخره اینمی کریستالک ها یا بلاورا به مرور زمان یکی پای دیگه با هم چسبیده بالاخره سبب تشکیل سنگ گرده میشه. از او پایین تر اگر به ما در قسمت قلب تحقیقات نشان داده او تعداد اشخاصی که فشار بلند خون دارن، اینا زیاد مساعد هستن به تشکیل سنگ گرده. در نزد از این اشخاص هم مقدار کلسیم زیاد میشه و این مقدار زیاد کلسیم به خون فرستاده میشه و از خون به گرده و بالاخره در گرده سبب ایجاد سنگ گرده شده میتونه. از او پایین تر اگر بیم، خب دکتر صاحب اگر موافق باشین صحبت های مجرد ادامه میتیم بعد از یک میان برنامه خیلی کوتاه. بازم خیلی خوش آمدین، در ادامه رسم زندگی قرار داریم و صحبت هایمون ادامه دارد و دیده برای تماس های شما دوستان هستیم. از طریق شما رو تماس 020 و 020 زن بفرمایید دکتر صاحب ادامه صحبت هایتون رو میداشته باشه. و مشکلات دیگه که سبب به وجود آوردن سنگ گرده میشه مشکلات جگر است. در جگر زمانی که میتابولیزم اوگزالیت برهم میخوره نسبت مشکلات در انزایم های خود جگر، یا میتونه که مقدار زیاد اوگزالیت به گرده بفرسته و تجمع از اوگزالیت با کلسیم سبب به وجود آوردن سنگ های کلسیمی در داخل گرده شود. و گذشته از او اگر سیستم هضمی در قسمت امعا یا روده ها بیم، بعض امراض دیگه است که زمینه ساز است برای تولید سنگ گرده. به طور مثال بعض امراض التهابی روده ها است که به نام کرونز دیزیز و السریتیف کولایتس یاد میشه، و همچنان شارت باول سندروم یک مرض دیگه است که ارگو بنابر هر دلیل اگر یک انسان قسمت زیادی از روده های خود از دست میده جراحی میشه، قسمت زیادش بیشتر از 75% روده ها قطع میشه. در این صورت اوگزالیتی را که ما توسط غذا میخوریم به جای ازی که با کلسیم یک جای شده داخل دوران خون بره، ای با شحم یک جای میشه، همی کلسیم با شحم یک جای میشه و از طریق مواد غایطه بیرون میشه. اوگزالیتی که در امعا موجود است ای فری میمونه و ای داخل دوران خون شده میره به گرده و سبب تولید سنگ گرده میشه.
گذشته از او اگر در قسمت خانم ها بیم شما میفهمین که بعد از سن 45 تا 55 زنا معروض به قطع عادت ماهوار که به نام مینوپاز یاد میشه به این معروض میشن و این حالت زمینه ساز است برای ازدیاد مقدار کلسیم که به گرده میره و این ازدیاد کلسیم سبب ایجاد سنگ های گرده شده میتونه و همچنان اگر به طرف خود گرده بیم در خود گرده هم بعض امراض وجود داره که سبب به وجود آوردن سنگ گرده میشه از اون جمله یکی از امراض به نام میدولری اسپانج کیدنی یاد میشه که این یک تکلیف ولودی است طفل بین می حالت از مادر خود تولد میشه و در اینجا سوی شکل در خود گرده وجود داره و این سوی شکل سبب میشه که مقدار زیادی از کلسیم در گرده تجمع بکنه و بالاخره سبب تولید سنگ های گرده شوه که این حالت شده میتونه که بعضی از سیستک های خرد یا آبلگک های خرد هم در گرده داشته باشه و حتی میتونه سبب فلج گرده شوه که گرده کم کار میشه و تکلیف دیگه که میتونه سبب به وجود آوردن سنگ در گرده شوه که اون مربوط به خود گرده میشه به نام دستال تیوبولا رسیدوس زیاد میشه که در این حالت ادرار بیشتر قلوی میشه و شکل رب خود میگیره که سنگ های فاسفیت در حالت در گرده تشکل میکنه و حالت دیگه که در خود گرده وجود داشته باشه او عبارت از انتانات گرده است که به نام یوتی ها یاد میشه که یوتی های خودش زمینه را به ایجاد سنگ گرده مهیا میسازه یک قسمتی از گرده را تخریب میکنه و در اون قسمت تخریب شده گرده مقدار زیادی از این بلورهایی که قبلا یادآوری شد یا کریستال هایی که قبلا یادآوری شد اینا میان یکی بالای دیگه تجمع میکنن و بالاخره به یک سنگ مبدل میشه که سبب تولید سنگ میشه و همچنان در نزد او کسایی که تکلیف نقرس دارن چون یوریک اسید مقدارش در خون از زیاد است یوریک اسید به گرده رفته و سبب تولید سنگ های یوریک اسید میشه و نیز او تعداد کسایی که چاقی دارن در مریضایی که چاق هستن زیاد ادرارشان تمایل به اسیدی داره اسیدی بودن داره و بالاخره ای اسیدیت ادرار سبب تولید سنگ های یوریک اسید در نزد از این مریضا میشه و می ترتیب مریضایی که مصاب شکر هستند این مریضا یک مقاومت در مقابل انسولین داره که این مقاومت در مقابل انسولین سبب اسیدی شدن یا تیزابی شدن ادرار از میشه و این یک زمینه خوب برای تشکیل سنگ ها در گرده شده میشه یعنی علل و حامل مختلف وجود داره کاملا به خاطر این که یک فرد مصاب به سنگ گرده میشه خب دکتر سبین در رابطه با عروض و حلایمش بیشتر میخواییم بدانیم که چی عروض و حلایم را میتونه در قبال داشته باشه تا هموطنانمون بدانن زمانی که چنین نشانه ها یا علایم را در وجود خودشان مشاهده کردن به زودترین فرصت مراجعه داشته باشه بله تشکر سوال خوبی است اولین عرض یا اولین شکایت مریض درد است که این درد در کجا احساس میکنه معمولا این درد در بغل شکم خود احساس میکنن گاهی اگر سنگ ها یک طرفه باشه در یک طرف اگر دو طرفه باشه در دو طرف بغل احساس میکنن و گوی در پشت در زیر قبرقه های خود ایره احساس میکنن و انتشار از این درد اکثرا به طرف مثانه و یا به طرف اعضای تناسلی خارجی زنانه و مردانه انتشار میداشته باشه میباشه که دردها کاملا شدید است دردها کاملا به اندازه شدید است که یکی از پروفیسورهای امریکایی یک زمان از خانم هایی که حمل عادت کرده بودن و در عین زمان اینا درد سنگ گرده را هم تجربه کرده بودن از اینا که به شکل مقایسه‌ای پرسان کرده بود که کدام درد بیشتر است اینا همشون گفته بودن که سنگ گرده درد بیشتر داره و به می خاطر ارگای دمی نواحی بدن اگر مریض ها درد احساس میکنن به صورت آنی خود پیش دکتر برسونن تا معاینات لازمه ازشون صورت بگیره در صورت موجودیت سنگ گرده علاجش ازشون صورت بگیره در قدم دوم میتونه که نزد از این مریضا خونریزی در ادرارشان میتونن که خونه و چشم ببینن و یا توسط میکروسکوپ خون تشخیص میشه دیده میشه که در نزد از یا خونریزی هم از طریق گرده از یا پیدا میشه و در عین زمان نزد از یا یک نوع احساس زود به تشناب رفتن و همچنان سوزاک در نزدشان پیدا میشه احساس کسالت میکنن و در بعض مواقع تو این مریضا دلبدی و استفراغات میداشته باشد چون اعصابی که در گرده است گاهی گاهی اعصاب شیر میشه با سیستم هضمی هم که تخریش سیستم هضمی توسط از این اعصاب سبب ایجاد استفراغات و دلبدی هم در نزد مریضا شده میتواند
خب حالا دکتر صاحب، شما حضرت اشاره کردین که بعضی از افراد حساس، کسانی که مصاب هم دچار به سنگ گرده شدن، بیشتر از دردش شکایت داشتن. خب حالا با وجود آمدن سنگ گرده، چرا سبب درد تولید درد میشه؟ تشکر، سوال بسیار خوب است. اگر از حالب شروع کنیم، حالب پایپی است که گرده را به مثانه وصل میکنه و ادرار تولید شده گرده را به مثانه انتقال میده. زمانی که اگر اینمی سنگ در حالب تا میشه از گرده، چون قطر های سنگ ها اکثرا کلان میباشه نسبت به قطر حالب، حالب استرچ میکنه یا کمک کش میکنه و اینمی کش شدن چون جدار حالب عضلی است، سبب تولید یک نوع درد میشه و در عین زمان حالب به خاطر پایین راندن ازی به طرف مثانه سبب اسپازم میشه یا تشنجات به وجود میاره یا تقلصات همی عضلات حالب به وجود میاره تا بتونه می سنگ از مجرای ادرار دور بکنه و به طرف مثانه که بالاخره به طرف بیرون دفع شد و برانه، که در بعض مواقع حالب قادر به این میشه و در بعض مواقع قادر به راندن ازی به طرف مثانه شده نمیتونه. و اگر به دیگه یکی است که زمانی که بندش صورت میگیره، سنگ در حالب بند میشه، ادراری که در گرده تولید میشه یا ادرار به صورت بکپ دوباره به گرده میره، وقتی ادرار به گرده رفت فشار گرده را بلند برده و سبب تولید درد میشه. اگر مجرای ادرار در خود گرده هم بند بکنه، به عین ترتیب سبب تولید مقدار زیاد ادرار در داخل گرده شده و فشار داخل گرده را بلند میبره، چون در تمام گرده رشته های عصبی بسیار ظریفی وجود داره که زمانی که ای با کشش مواجه میشه، حتی در خود کپسول گرده که به نام کپسول جیروتا یاد میشه، ای هم اعصاب زیادی وجود داره که ای اعصاب سیاله را انتقال میده به سیستم عصب مرکزی و مریض درد خود احساس میکنه و در بعض مواقع انفلمیشن یا التهابات سبب تولید درد میشه و در بعض مواقع حتی خود همی سنگ زمانی که اینمی رشته های بسیار باریک و کوچک عصبی را تخریش میکنه، تخریش های ازی سبب ایجاد دردهای بسیار شدید نزد مریض ها میشه. بله دقیقا. خب بینده های عزیز، میتوانین تماس بگیرین به شمار تماسه 02-220-93 دیده برای تماس های شما دوستان هستیم. خب حالا دکتر صاحب، کدام غذاها بیشتر نقش دارند در رابطه و تولید سنگ در گرده؟ شکر، یک تعداد غذاهایی است که طبابت او را ثابت ساخته که سبب تولید سنگ گرده میشه، ولی این غذاها به شکل نیست که ما پرهیز زیر بر تمام انسان ها تجویز بکنیم، او طور نیست، ولی یک تعداد انسان ها مساعد هستند برای تولید سنگ گرده که اینمی غذاهایی که مقدار بیشتر اگزالات قبلا تشریح کردیم که کریستالک های بسیار خرد است، بله، که این عامل میشه که با کلسیم یک جای شده کلسیم اگزالات را بسازه که این فیصدی زیاد را از سنگ های گرده را همی کلسیم اگزالات میسازه که در حدود 70-80% امی است و کلسیم فسفید میتونه در حدود 15% و یوریک اسید در حدود 8% و متباقیش سنگ های دیگه مثلا سنگ سیستین یا سنگ استرووایت که این سنگ استرووایت بیشتر در نزد خارم ها پیدا میشه چون میزان التهابات میکروبی طرق بولی یا گرده در نزد خانم ها بیشتر است و یک از عواملش اینمی قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم که انتان عامل سنگ است بنان در نزد خانم ها و این سنگ هایی را که می سازه سنگ هایش به شکل شاخدار است که به نام استاک هورن یاد میکنیم یا شاخ گوزن. خب اشکال مختلف داره سنگ گرده دکتر صاحب؟ کاملا کاملا، ما قبلا ذکر کردم که سنگ کلسیم اگزالات است، سنگ کلسیم فسفیت است، سنگ های یوریک اسید است، سنگ های سیستین است، سنگ های استرووایت است که هر کدامش به میزان های مختلف تولید میشه، ولی بیشترین میزان که داره یعنی سنگ های اگزالات داره، کلسیم اگزالات بیشترین علتش داره و اینال غذاهایی که اگزالات داره، اگر این غذاها را ما بیشتر استفاده میکنیم پس ما بیشتر مساعد به تشکیل خب سنگ در گرده هستیم. این غذاها زیاد هستن، هم در میوه‌جات هستن، هم در حبوبات هستن و هم در غذاهای دیگر و حتی در نوشابه ها. به طور مثال این در چاکلیت، در قهوه، در ککاو، حتی تو گفته شده که در لوبیا و به یک مقدار هم در کیوی و در رواش و حتی در تراتیزک این اگزالات موجود است و همچنان او نوشابه هایی که الکلی هستند اونا بیشتر یوریک اسید خود دارن و گوشت ماهی هم یوریک اسید داره، مغز سر حیوانات که اکثرا در فامیلا خورده میشه یه هم مقدار زیاد یوریک اسید داره و همچنان گوشت فیل مرغ
یم مقدار زیاد یوریک اسید داره که اگر یک انسان زیاد اور استفاده میکنه بالاخره یم میتونه سبب تولید سنگ های یوریک اسید شوه که اگر ما از خوردن اینمی غذاها به اندازه زیاد پرهیز بکنیم میشه که از تشکل سنگ جلوگیری شوه و نگفته نمونه که گوشت که رنگ سرخ داره مخصوصا گوشت حیوانات اینیا هم مقدار زیادی از یوریک اسید و مقدار زیادی از اگزولات در خود دارن که هم میتونن سبب تولید سنگ‌های گرده شود. در تخم مرغ مقدار زیاد کلسیم وجود داره، اگر به اندازه زیاد مکررن هر وقت استفاده شوه یا میتونه که سبب تولید سنگ گرده شود. بله دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، وقت برنامه ما محدود است، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنین در رابطه با راه‌های درمانی شد. تشکر. در قدم اول توصیه ما برای مریضای ما امی است که مقدار زیاد مایعات استفاده بکنن، به خاطر از اینکه اینمی کریستالایی را که ما قبلا یادآوری کردیم یا که وقت در گرده میه گرده زیاد ادرار داشته باشه به طرف بیرون اطراح میشن. بله. اگر در گرده ادرار کم تولید میشه یا در گرده تجمع میکنن و بالاخره به یک سنگ مبدل میشن. در عین زمان رژیم خوب غذایی، همین غذاهایی را که قبلا گفتیم که مقدار هاوی مقدار زیاد اگزولات و یوریک اسید و دیگه کریستال ها هستن، اگر از او غذاها کمتر استفاده بکنن، ورزش بکنن، ورزش سبب زی میشه که مقدار زیاد از همین کریستال ها را از ادرار به طرف بیرون دفع بکنه و همچنان مخصوصا در زمانی که هوا گرم است، در هوای گرم کوشش بکنن که مقدار زیاد مایعات استفاده بکنن و اون تعداد کسایی که سپورت زیاد میکنن و عرق میکنن کوشش بکنن که بیشتر مایعات استفاده بکنن، ان شاءالله که از رار سنگ های گرده در امان باقی میمونن. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. ممنون از شما. خب بنده های عزیز، این بود برنامه امروز که در روز اخیر هفته تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند حفظ و نگهدار همگی شما، همیشه شاد موفق باشید و هدفمندانه به پیش برید.